مهمان من نویسنده روزنامه‌نگار و منتقد هنریه ولی زندگیش پر از ماجراهای ناگواره در هر دو نظام شاهنشاهی و اسلامی در ایران به زندان افتاده تلاش شده که از میان برداشته بشه در راه سفرش به اروپا روبوده شده و بعد مجبور شده در مقابل خبرنگارا حرفهای دروغ و بیاساس بزنه و بعدش هم تبعید شده او که حالا سالهاست اینجا در فرانکفورت آلمان زندگی میکنه حملاتش رو متوجه ایران کرده ذهنی ناآرام و آسی تا نگاه نو و منتقدانه به جامعه روشنفکری ایران فرج سرکویی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید آقای سرکویی شما زمان شاه رفتی زندان فعال سیاسی بودید بعد از انقلاب فعال بودید زندان رفتید مجله آدینه منتشر کردید مجله ای که پایگاهی بود برای دگرندیشان و شاید تنها پایگاهی بود برای دگرندیشان دگر برای مدتی طولانی و خودتون کار رو روزنامه نگاری کردید و مطلب زیاد نوشتید ولی خیلی معتقدند که بهترین کار شما، اثرگزارترین کار شما نامه بوده که بعد از گم شدن تون نوشتیم شما خودتون هم این نظر رو دارید؟ اون نامه خب تاثیر زیادی به خصوص که اولین باری بود که یک کسی از داخل کشور به صراحت میگفت که وزارت اطلاعات من دستگیر کرده شکنجه کرده وادار به مصاحبه کرده و توجه بکنید که این مصاحبه هرگز پخش نشد و من <تصح> <حسن> <تصح> خودتون اولین بار افشا کردید که تا حالا هنوز قرد. پخش نشده چون که آقای رفسنجانی و که رئیس جمهور بودن اون زمان و آقای ولایتی که وزیر خارجه بودن رسما اعلام کرده بودن که این سرکویی در آلمان و هلند هست و دستگیر نشد خب طبیعتا اون نامه در اون فضا بسیار تکون دهنده بود و به خصوص که آقای فیروز فقای دوانی میتونیم بگیم که یکی از دلایلی که کشتنش هم همین بود این این نامه رو تکثیر کرد در تیراژ بسیار بالایی و توزیع شد حتی در روستاها ها اینا خب این نامه اثرگذار بود اما اگر داوری تاریخ چنین باشه درباره من من متاسف خواهم شد نه. برای اینکه من بیشتر کنم. از این زاویه از نظر تاثیرش برای اینکه بسیاری معتقدند که شرح حال نویسندگان روشنفکران اون زمان رو میداد می، میشه گفت اینو برای که در واقع این نامه فقط یه مسئله شخصی نبود مسئله برخورد نیروهای امنیتی بود با جنبش روشنفکری ایران که در اون سالها شاید بگیم تنها جنبشی بود که در ایران آزادی بیان و آزادی اجتماعات رو مطرح می‌کرد چون هم می‌خواست که سانسور نباشه هم کار نویسندگان اجازه داشته باشه که جمع, جمع بشن و و در واقع، و چون همه ما در داخل ایران بودیم و در چارچوبی مجبور بودیم حرف بزنیم صحبت بکنیم که به اصطلاح صریح نبود این نامه دیگه چاره جز صراحت نداشت دیگه در این نامه نمی‌شد سمبل و استعاره و راه‌های غیر مستقیم و خواندن بین متن رو به کار برد این نامه باید صریح روشن میگفت که چه اتفاقی افتاده و این اتفاق برای همه ما افتاده بود یعنی برای همه فعالان کار اما من امیدوارم که چیزی که اثر بگذاره اون دورانی بودی که 11 سال مجله آدینه باشه که یک نسلی باش بزرگ شدن امیدوارم خب، طبیعتا من اشاره کردم به اون ولی منظورم اون چیزی که به شخص خود شما این در آره. درست حالا اون ماجرای گم شدن شما میدونم بارها اینجا اونجا تکرار شده چه نکته ناگفته ای هست در اون که شما بخواید به ما بگید ام، نکته اینا گفته نمیدونم اما واقعیت این هستش که خب این, این که روشن هستش که اینا من در فرودگاه گرفتن و گفتن که این رفته خارج میخواستن که بنا بکشن بدونی که مسئولیتش رو بپذیرن اما در این حال میخواستن یه طوری بکشن که پیام باشه برای دیگران که دیگران رو بترسونه و به اصطلاح جلو اقدامات با اونا رو بگیره جلو مبارزه که در پیش داشتن شما از کجا میدونید که میخواستن شما رو بکشن خب این اه اه به این دلیل که اولا اینا من گرفتم گفتن که این خارج کشوره در حالی شما نمیتونید یه نفر آزاد کنید بگید خب نه حالا زندان بده ببرش اشتباه شد تو تحدید کرد میگن مدت 48 روز که در اختیارشون بودی که شما رو میخوام بکشن بله، اینا نه تنها تهدید کردن بلکه سه بار اعدام نمایشی اجرا کردن که اتفاقا من یک مقاله زمان که اومده بودم درش بیگل نوشتم با عنوان باب توبن به سوی مرگ یک بارش که اینا تناب انداختن گردن من این تو فارسی گفته نشده جالبه یک بار که تناب انداختن گردن من و اینا میدونید که اعدامای نمایشی میکنند و اینا و منم باور داشتم که دیگه اعدام میکنند و اینا و میندازن تا آخرین لحظه بعد اون آخرین لحظه که دیگه باید صندلی رو بکشن اینا میکشن بعد پاتو میچسبن در این حالت شما یه ذره هم حالت خفگی احساس میکنید که من از تو یه ذره بیهوش شدم بعدش در اون آخرین لحظه اتفاقا من خیلی لحظه شادی برای من تبدیل شد و اینو شاید مدیون یعنی مدیون بتوئن هستم برای که او من در اون آخرین لحظه هیچ چیزی نمیدیدم و هیچ چیزی نمیشنیدم من از مرگ خیلی میترسیدم هنوزم میترسم و خیلی اون لحظه دردآوری بود برام که من میخواستن اعدام کنن و خب فکر کنم برای همه خیلی لحظه دردآوریه اما خیلی جالب بود که این شد یکی از شادترین لحظات زندگی من چون در اون لحظه من یه دفعه چیزی که دیدم میشه، حالا میشه گفت توهمه ولی خب برای من نبود و واقعی بود این بود که یک ارکستر بزرگی در یه میدان بزرگی به رهبری شخص بتومن داره به طور خصوصی یعنی تنها شده بنده منم نشسته بودم روی یک صندلی و این داره یک بخشی از سمفونی نوه خودش رو اجرا میکنه که کرال شادی بود و من به قدری از این خوشم آمده بود از این موزیک که بعد بیهوش شدم یعنی در واقع خیلی لحظه شادی برای من شد این یعنی هنر فکر می کنم میتونه حتی مرگ رو به چیز زیبایی بدل حالا شما میتونین یعنی الان متوجه هستین یا میدونین دقیقاً که چرا میخواستن افرادی مثل شما رو بکشن آره این روشن هست خودشون هم اینو بارها به ما گفتن و به نظر منم آقای سید امامی خیلی به روشنی سراحت و درستی و بدون پرده پوشی هم اینو گفت اونا میگفتن که ما تجربه فروپاشی های اروپای شرقی رو مطالعه کردیم حکومت های مثل ما میتونند احزاب و سازمان های سیاسی رو سرکوب بکنند خنثا بکنند میمونه روشن فکران و کسانی که در لایه های کوچک جامعه نفوذ دارن استادان دانشگاه پزشکان نمیدونم این افراد معتبر محلات غیره و غیره ما میخوایم فضا رو باز کنیم ناچار فضا رو بازتر کنیم اما وقتی فضا بازتر میشه کسانی که بین مردم نفوذ دارند، میتونند به اصطلاح خط قرمزهای ما رو بشکنن و ما نمیخوایم همه اینا رو بکشیم یا همه اینا رو زندانی کنیم چون که هزینه تبلیغاتی خیلی بالایی برای ما داره هزینه منفی بنابراین بهترین راه این که هر چند گاه یکیشون رو بیاریم بکشیم و یا شکنجه بدیم به تلویزیون بیاریم که در واقع کشتن فرهنگی یا معنوی است و بعد این یک پیامی است برای بقیه و بقیه مدتی آرام و ساکت میشن و اون چارچوبی که ما میخواهیم حفظ میکنن این دلیل اصلی بود البته خب حالا این این سیاست کلی بود بعد یه هیئت کارشناسی بود که تعیین کرد که خیلی حالا چه کسی مثلا از بین روشن فکران رو بکشیم یا چه کسی اون اومد پرونده فرد مطالعه می‌کرد من به چند دلیل نامزد بسیار خوبی برای اینا بودم اولا که خب مجله آدینه من چک کردم من 11 سال مجله آدینه همونطور شما هم گفتین به یک نهاد بدل شده بود دومی که من جزء 8 نفره بودم که انتخاب شده بودم از طرف کان نویسندگان که اون متن 134 رو بنویسی و براش امضا جمع بکنیم و ما تو بودیم امضا جمع بکنیم و به خارج کشور بفرستیم و غیره و سومش هم این بود که و دلیل سوم هم این بود که بعضی مقالاتی که من نوشته بودم اینا ضمن بیشتر مقالات من نقد ادبی بود و اینا اما اینا تصورشون این بود که در این مقالات داره دوباره به اصطلاح افکار ضد نظام ترویج میشه و نفوس پیدا کرده تو بخشی از جوان‌ها چون تیراژ مجله خیلی بالا رفته بود من انتخاب کردن اما اصل قضیه این نبود که من یا کسی دیگری اصل قضیه همون پیام دادن و کنترل کردن جنبش های احتمالی بود بسیار خوب شما بالاخره جون به بردین از اون ماجرا و به خارج اومدین و الان سال هاست که در آلمان زندگی میکنید شما کتابی منتشر کردید به نام یاس و داس و این کتاب خیلی واکنش زیادی داشت و به حال ارزش هایی که خودتون بهش اعتقاد داشتین رو در واقع ترد کرده بودین منتقد شده بودید بهش و بسیار آدم هایی که براشون بعضیشون به اسطوره در بین لاقل قشری از جامعه ایران تبدیل شده بودند شما اونها رو با الفاظی به توصیف کردین که به خیلی ها برخورد و قصدتون چی بود چی می‌خواید بگیم که این کتابو نوشتین ببینیم من نه هنگام نوشتن این کتاب زمانیم که در ایران بودم به تدریج البته یک نظر پیدا کرده بودم نظر که نمیشه بگی یک برداشتی داشتم و اون برداشت این بود ما در صورت جامعه ما از این وضعیتی که داره رها میشه و به سوی وضعیت بهتری میره که ما همزمان با تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی ما یک تحول فرهنگی رو هم از سر بگذارم تحول فرهنگی به معنای نقد گذشته است همونطور که یعنی نقد سنت های ملی، فرهنگی و غیره. و این نقد باید یک نقد همه جانبه و گسترده باشه و بیرحمانه باشه نقد باشه به مفهوم واقعی نقد و سریح باشه و روشن باشه و بی پرده باشه این نقد طبیعتاً یکی از نکه حمله تیزش متوجه فرهنگ مسلط بر جامعه میشه که فرهنگ استبدادی جامعه هست که حکومت همون فرهنگ رو به تحمیل میکنه اما من فکر کرده بودم که این درست هست باید بشه یعنی مرادم این نیست که این غلط. اما یک بخش مهمی از این نقد باید نقد روشن فکری ایران و نقد نظریات سیاسی چون متاسفانه در جامعه ما بلد فقر فلسفی ما فلسفه سیاسی نداریم اما نقد نظریات سیاسی باشه و نقد منش سیاسیه سیاسی اپوزیسیون باشه یا اون کسانی که میگن ما اپوزیسیونیم چپ ریبرال ناسیونال غیره چون که اگر ما این کار رو نکنیم و مدام مثلا تیغ همون متوجه نقد حکومت بکنیم خب ما, چ... ما... ما, هم در واقع همون فرهنگ رو داریم ما همون فرهنگ رو داریم و بدون که نمیبینیمش و ما یه بار هم تو انقلاب تجربه کردیم که چطور ممکنه یک ف... حکومتی سرنگون بشه حکومت دیگه بیاد اما به اون فرهنگ رو مسلط بکنه و اون منش سیاسی رو مسلط بکنه بنابراین من شروع کرده بودم به نقد در واقع خودم چون که من دو دهه از دهه چهل به بعد هم در جریان سیاسی کشور بودم هم در جریان روشنفکری کشور بودم و طبیعتا وقتی من خودم رو نقد میکنم نقد همه جریانات فکری و گرایش رو میکنم که من تو اونا بودم که تقریبا خیلی هاشون بود شما در خیلی موارد در مورد افراد شاید یه مقداری زیاده روی کردید شما مثلا من ب... شما در مورد بیژن جزنی شما ایشون رو مستبد عوام فریب بی سواد ضد فرهنگ میخونید درسته اینطور نخست اینکه چرا اسم افراد ارده میشه اصولا ما در ایران وقتی مقاله مینویسیم سعی میکنیم اسم کسی رو نیاریم معمولا هم یه سری لغت هست که آشنا هستیم بعضی اینطورن بعضی دیگر اینطورن گرایش اینطور این نوع نوشتن به نظر من مبهمگویی اصلا بخشی از اون فرهنگ ترسان استبدادیه ما باید اشخاص رو روشن و واضح اسم ببریم بعضی و و اینام نداریم خب من در اون کتاب یک بخشی رو در واقع در جواب یک سوالی بود که پرسیده بود که وضع زندان چطور بود من باید وضع زندان تشریح می‌کردم من معتقد بودم من زمان به دیکتاتور پرولتاریا معتقد بودم چپ بودم و فکر می‌کردم که حکومت با دیکتاتوری پرولتاریا بشه دیکتاتور پرولتاریا معنیش این است که یک حزب کمونیست هست فراکسیون هم نداریم و حزب کمونیست دیکتاتوری می‌کنه به نیابت از طرف طبقه کارگر یا به نیابت از تاریخ به نیابت از خوشبختی بشر یا حالا هر چیز دیگه من میگم هر کسی که به دیکتاتوری پروتاریا معتقد باشه آدم مستبدی اه. و خب آقای جزنی خیلی بیش از من و صادقانه تر و شجاعانه تر به دیکتاتوری پروتاریا معتقد بود بعد ما تختار زندان رو دیده بودیم در زندان تشکیلاتی که درست کرده بود آقای جزنی و خودش در رأسش بود تشکیلاتی بود که نه فقط من خیلی از بچه زندان دیگه هم نمی‌شدن مخالفین رو حتی پتو می‌دادن می‌زدن شو مخالفین فکری بود این فضا فضای دیکتاتوری و استبداده و بعد هم آثاری که آقای جزنی نوشته و تبدیل شده به کتاب های مقدسی که حتی نزدیک شم نمیشه رفت و من فکر کنم مارکس هم میشه نقد کرد یعنی خب، همش... شاید, شاید اینجا هم داره یه خود اقراق میکنه آقای سرکویی اینجوری نیست در مورد آقای بیژن جزنی ممکن در قشر خیلی کمی از فدایان سابق اینطور باشه نه. مقدس باشه اینجوری توجه بکنید که ولی برای شما نه. نه. توجه تامین میدین برای که می اولا با... نه نه نه, نه. اولا توجه بکنید که سازمان فدایان بزرگترین سازمان چپ ایران بود هم اکثریت و هم اقلیت هر دو جناحش جزنی براشون بزرگترین تورسیان چپ بود. گرایش اکثریت به تایید حکومت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب حاصل افکار جزنی است بلا تردید یعنی حالا نمیتونیم وارد مفصل بشیم در یک رقابت تئوریکی که پیش آمد بین طرفداران مسعود احمدزاده و طرفداران جزنی یکی از اساس ترین مسائل مسئله شوروی بود سوسیالیسم و غیره که کشید به اینجا اقلیت هم که اصلا جزنی چیزش بود بزرگترین طور بنابراین بزرگترین گرایش چپ که منم بهش تعلق داشتم من نمیتونستم بیام یه ماویست رو نقد کنم یا فلان من به جریان من صحوادار سازمان فدایا بودم طبیعتا افکار منم هم در همون جهت بود بنابراین من خود خودم خودمو نقد کنم حالا ماویستا یا دیگران هم برون خودشون نقد بکنن من به اون خوبی که نمیتونم اونا نقد بکنم و بعد جزنی برای من نه فقط یک شخص است البته جزنی میدونی مبارزه بزرگی بود قابل اترام بود شهید شد شجاع بود صادق بود غیر و, غیر و. اما جزنی سمبوله ما جزنی و خلیل ملکی باید با مقایسه کنیم یک نفری که میاد نواندیشی میاره خلیل ملکی و راه پیدا میکنه میتونه راهش درست غلط شه. نقد میکنه و سعی میکنه که به اصطلاح از اون جزمیات رها بشه و یک نفری که جزمیات رو تکرار میکنه و همون ساختار رو برقرار میکنه چرا جزنی برای من سوال اصلی این بود چرا خلیل ملکی در نسل من مترود منزوی در حد که در زندان وقتی میخواست بره مسترا مخالفین سیاسی تو صف وای که این نوبتش بهش نرسه و بشاشه تو خودش یه پیرمرد چرا خلیل ملکی به چون این سرنوشتی دچار شد این مشکل ماست نه مشکل جزانی نه مشکل خلیل ملکی این مشکل ما بود که ما چون که مذهبی در واقع ما چپ نبودیم ما کمونیسم روسی رو با مذهب شیعه کرده بودیم این به اصطلاح ما, ما خب طبعاً کسی رو پیدا کرده بودیم و که چیز ما بود متناسب با ما بود من فکر می‌کنم نقد جزنی اگر شروع بشه نقد این کمونیسم متأسف شیعه است حالا شما حتما درست میگین که یه عده زیادی هستن که جزنی برایشون بود نبود اما من فکر می‌کنم اگر نقد از به نظرات خوبا... بب... متوجه شدم شما منظورتون چیه ولی هنوز هم من نمیفهم. چرا باید بهش بگی عوام فریب بی سواد ضد من البته عوام گفتم به این دلیل که شما اگر به شیوهی که جزنی به کار برد توجه بکنین قشنگ متوجه میشین وقتی که فدایی یا رفتن زندان بچه هایی که تئوریک بودن به نسبت بقیه کشته شدن مم. اونایی که موندن کسانی بودن که مایه تئوریک نشدن خودشون اینو و در اشرت آباد وقتی شروع شد وقتی که از اوین همه آمدن جزنی نایمد نظرات و نتایجی نظراتش به سراحت بگه مم. جزنی ابتدا ماهرانه همراهی کرد با جریان و بعد به تدریج نظرات شما همون کاری که رهبری اکثریت یعنی فراخ نگهدار ها کردن اینا گراش ای داشتن اه. اما اینو به سراحت نگفتن اه. بعد انقلاب با فضا همراه شدن بعد به تدریج و بعد البته خودشون گفتن که ما از اول این نظرات توده‌ای رو داشتیم به نظر من اگر کسی یه نظریه داره باید اون رو بگه و اگر این کار نکنه و از تاکتیک های از این دست استفاده کنه نوعی عوام فریبیه بی فرهنگ من نگفتم من گفتم که در زمینه فرهنگ اجازه بید. فضایی که بر زندان حاکم بود و فضایی که بر چپ ایران دهه چهل و پنجاه حاکم بود فضایی بود که یک با فضایی بود که از رئالیسم رئالیسم سوسیالیستی استالین در آمد. این رابطه به ما نداشت یعنی داشت که ما پذیرفته بودیمش اما ما تولید کنندهش نبودیم این فضا به بخش عظیمی از فرهنگ و دستاوردهای هنری ادبی رو منحط میدونست این چیزی که در اصطلاح توریک اومده و مطرود میدونست و بایکوت میکرد شما توجه بکنید در ایران ادبیات و هنر اینا یه مارک داشتن منحد که این از منتقدین روسی گرفته بودن و خرده برجوازی و از این حرفا بنابراین من این این رو میگن می که این به غیر، با فرهنگ سر تضاد داشت شما به فرهنگ و اشاره کردین که در واقع ما باید فرهنگ سازی بکنیم و در درجه اولویت قرار بدین چرا فکر میکنین فرهنگ اولویت داره به مثلا کار سیاسی یا سفه سفه؟ من نمیگم اولویت داره من میگم که تحول فرهنگی اگر رخ نده حالا همزمان یا متناسب یا همراه با تحول سیاسی در واقع ما رها نمیشیم از وضعیتی که داریم این وضعیتی که در ایران هست از یک فرهنگی برمیاد درسته از مناسبات اجتماعی اقتصادی سیاسی وضعیت بین المللی و تاریخ ما برمیاد اما عامل مهمی در این فرهنگ هست و اگر این فرهنگ به خصوص در روشن فکران که نقش رهبری رو به عهده میگیرن حالا چه رهبری فکری چه رهبری سیاسی متحول نشه به سوی یک فرهنگ غیر استبدادی همه جانبه نه اینکه فقط بگیم حقوق بشر و دموکراسی حقوق بشر و دموکراسی این جمله مبهمی است که الان همه میگن بلکه این نشون میده که ما در یک نقد, نقد نقد کردیم گذشته رو ببینید اروپا هم با نقد خودش از خودش رها شد رنسانس یعنی نقد گذشته اوکی ما باید فرهنگ خودمون رو نقد بکنیم همه عناصر مؤلفه های این فرهنگ رو بذاریم جلو آفتاب بی رحمانه بهش نگاه بکنیم و با نقد این عبور بکنیم از اینها اگر ما چون این تحولی رو حداقل در سطح روشنفکران و رهبران سیاسی نکنیم این دایره بسته استبداد انقلاب و شما معتقدین که روشن ایران این کارو نکرده و نمیکنن من فکر می کنم متاسفانه نه این این اینکه هیچ کس نکرده و نمیکنه اما بسیار به ندرت شما میبینید کسانی که به طور جدی اینکه مثلا به سیقه مجهول معمولا بگیم این اشتباه شد که یعنی ما توش نقش نداشتیم یا مبهم برخی اشتباهات صورت گرفته است که زمینه ها و دلایلی داشته است از این انشا ها اینا که نقد نیست نقد به مفهوم که مفهوم عناصر بگیریم مؤلفه ها رو بگیریم من فکر می کنم شاید یکی دو نفر بیشتر نکردن متاسف حالا شما آقای سرکوهی خب با تمام اون سابقه کار سیاسی و بعد اخیرا کار فرهنگی بیشتر و همینطور نقد به روشنفکری ایران شما خودتون در این زمینه چیکار کردید من کاری که کردم خب تا وقتی در ایران بودم میکوشیدم که نظرات متفاوتی که میتونه زمینه ساز نقد باشه حالا یا ترجمه کنم یا منتشر کنم یا کمک کنم تو مجله عآدینه یا خودم مثلا در زمینه‌هایی تا اونجایی که در حد خودم هست بنویسم و توی جمع مشورتی و اینا هم که خوب نظر میدادیم مثلا اساسنامه کانون ما از نو نوشتیم در اساسنامه کانون مثلا شما توجه بکنید ما در اساسنامه جدید کانون جمع مشورتی دفاع از مثلا ما دفاع از در زمینه مثلا زبان ها خلق اومدیم گفتیم آقا این اساسنامه قبلی غلطه ما که حزب سیاسی نیستیم ما فقط از آموزش به زبان و چاپ به زبان مختلف دفاع میکنیم یا مثلا مخ... یه بندی داره جدید کانون که من پیشنهاد کردم و تصویب شد این است که کانون با قبلا فقط به آزادی بیان اینا بود با رسانه های تک صدایی و فرهنگ تک صدایی مخالفه این به منشور اضافه شدی که بندهای منشور هست حالا <applause> در حد خودم در اینجا هم اوایلش بسیار امیدوارانه شروع کردم یه سری مقالات نوشتن در نقد فرهنگ و در نقد فرهنگ گذشته نظرات گذشته مهم این نیست که نقد من درست یا غلطه شاید هم غلط باشه مهم اینه که ما نیاز به نقد داریم ما به پرسش نیاز داریم به پرسش درباره خودمون نه که فقط راجع به دیگران به اونا هم احتیاج داریم توجه به پرسش و توجه به نقد چیزی که من فکر کنم وظیفه من بود این بود که این نیاز به نقد رو برانگیزم اما شاید این هنوز اندکی شاید این نیاز خوب نیست شاید من عوضی دیدم شاید هم نمیدونم شما الان همون حرفایی که میزنین مقالاتی که مینویسین فکر می‌کنین در ایران مخاطب داره یعنی مخاطبی که در ایران, که در ایران داشتی؟ چطور از... می‌دونین که داره برای که تماس می‌گیرن تلفن می‌زنن نامه می‌نیاد ایمیل می‌زنن اتفاقا خیلی جالب برای خود من حتی عجیبه که چرا اینقدر در داخل کشور با واکنش مثبت و نه اینکه همش مثبت اما گراژ و خیلی با چیز روبرو میشه این نقد ها و در خارج از کشور نه شاید یکی دلال چین که در خارج کشور یه ده متولی هم زندگی میکنن که متولی امامزاده های قدیمی و اینان و خب متولی باید عرمت امامزاده نگه داره و خب یه دهی به نام این چهره یا اون چهره یا این عقیده یا اون عقیده نان میخ... اما در داخل کشور خصوص من بیشتر واکنش مثبت دیدم و زیادم دیدم اه 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 نمیدونم شاید هم که دلالش است که اونها متولی نیستن و بعدم شما وقتی در عرصه ببینید وقتی آدم تبعید میشه آدم از تاریخ بیرون پرت میکنن این شوخی هم نداره شما به عنوان فعال سیاسی پرت میشی از اون مرکز حادثه بیرون حالا فقط دیگه میتونی پشتیبانی کنی دیگه بقیه حرفا بی خودی میزنن جز پشتیبانی کاری از دست بر نمیاد پشتیبانی تبلیغات غیره غیر. به عنوان روزنامه‌نویس نویسنده وقتی پرتت میکنن بیرون اگر جوان باشی در سن 14 سالگی میتونی زبان یاد بگیری به این زبان بنویسی و خودت در متن جامعه اینا جا کنی اگر پیر باشی و نتونی زبان رو در حدی که بنویسی کتاب ادبیات بنویسی منظور نه که حرف بزنی اون وقت شما نمیتونی بری تو متن این جامعه از جامعه خودم از تاریخ به بیرون پرچ خبر داری اینترنت و اینا ما هم به اندازه اون که داخل کشورن خبر اما خبر داشتن با حضور مستقیم فعال فیزیکی داشتن در میکنه در این حال هم اینم توجه کنید که رو روشن فکران ما دچار مشکل بی مخاطبی است وقتی تیراج کتاب هزار هزار تا سه هزار تا این یعنی ما اپوزیسیون هم چهار هر همه فراخوان هایی که اپوزیسیون داده تا حالا یکیش من ندیدم که بیش از 2000 نفر آدم جلب بکنه یعنی اپوزیسیون یک لایه ای از جامعه نداره که بالفعل ازش حمایت بکنه این که اپوزیسیون نمیشه دوست. دوست. م... مشکل ما این است از... تو این مشکل حالا ما در داخل کشور هم چهار مشکل مخاطب بسیم و مشکل ارتباط بعد اینو پرتت هم میکنن بیرون شما از خارج. تاریخ به بیرون پرت میشید بنابراین من رو بگم اون کاری که من میتوزم داخل کشور بکنم نه خب نمی کنم بح... برای همین بده این وقایع اخیر بعد از انتخابات دهمین ده ریاست جمهوری ایران فکر میکنین که این روی این روشنفکری ایران چه تاثیر اصلا روشنفکری نقشی داشت در این اون وقت اگه من بگم باز مشکل ایجاد میشه ببینین من تصف... نقش مرادتون چیه نقش موثری که یک لایه های از جامعه رو را... نه به هر حال شما گفتید روشن نقش راهبری کننده داره روشن فکری دینی روشن نه روشن دینی که چرا رو... یک سر ماجرا است اما روشن دین... غیر دینی من منظورم روشنفکری جما... غیر دینی که شما نماینده به نوعی نماینده اش هستید یکی از یکی هسته. از اون من تصور می کنم شوخی اگر کسانی این گمان رو بکنن که ببینین حمایت بالفعل مردم نشون داده میشه یه جوری نمودهاش میاد هم اپوزیسیون به معنای اپوزیسیونی که خواهان دموکراسی و اینی که این چارچوب بسیار دموکراسی باشه و یعنی جز جناهای حکومتی نیست هم روشن در نقش پیاد نظام حامی بودند بنده حمایت میکنم اما در نقشی که باید باشن نه 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 تاثیر نه برای کو کجا ولی یک سوال خیلی خیلی وقت تقریبا تموم شده به نظر نمیرسه که روشن فکر لایک ایرانی در واقع همیشه در خارج نشسته و نگاه میکنه به جامعه اش به نوعی جامعه برای کار خودشون میکنه نمونه اخیرم همینه یعنی خب جامعه به اضافه این که این اصلا رهبری این جریان هم خیلی طبیعی به دست روشنفکری اصلا حق اوناست حق اوناست, اوناست که اصلا ببینید رهبری وقتی شما به دست میاری که لایه های بزرگی از جامعه حتی اینا حاضر نیستن خواسته های روشن فکر لایک رو در برنامه‌شون بگنجونن منم بودم حاضر نبودم چرا برای که روشنفکری فکر نیروی نداره آخه شما بر اساس ایران روشنفکری غیر مذهبی ایران نه ضد مذهبی غیر مذهبی ایران تبعید شده در جامعه یک حد محدودی ببینید دو سه هزار نفر خواننده داره ده یه تعدادی دیگری هم هوادار داره اما اینها در برابر این سیل میلیونی که راه میندازن تاثیر و نفوذی نداره و, من فکر می کنم که اگه خودشو نقد نکنه و راه نشه از این وضعیتی که هست بخشش به اون مردم بخش به مردم بخشش به نداشتن امکانات البته حکومت هم بهش اجازه نمیده بنابراین سه عامل حکومت اجازه نمیده مردم نمیخوانش خودش هم از این وضعیت راه نشده حل نمیشه بسیار خیلی متشکرم فرانسه از شرکتتون در برنامه به دیگه ممنون